خودتون برای این برنامه و سوالی که فرمودید خدمت شما عرض بکنم. دولت آقای پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که یک پرونده امنیتی نظامی به دلیل بروز اختلاف بین ایران و اسرائیل روی میز ایشون قرار گرفته و عنوان اولویت‌های مهم در پیگیری این مسئله باید ایشون روش کار بکنه، یعنی به جای اینکه وعده‌های اقتصادی که ایشون ارائه داده بودن از اون منظر بتونن کارو شروع بکنن، ولی اختلافات پیش آمده در سیاست خارجی و بحرانی که با اسرائیل به وجود اومد موجب شد که آقای پزشکیان موظف به پیگیری این پرونده باشه. بنابراین انتخاب کشور عراق به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور حائز اهمیت بسیاری هست و نکته مهم اینه که دیدار ایشون از عراق محدود نشده به شهر بغداد به عنوان پایتخت سیاسی که معمولاً در سفر مقامات بیشتر مقامات خارجی متمرکز میشه روی بازدید فقط و انجام ملاقات در پایتخت، بلکه شامل حضور ایشون در شهرهای مذهبی و همچنین اقلیم کردستان عراق شد. اقلیم کردستان عراق منطقه‌ای هستش که جمهوری اسلامی شدیداً نگران بروز وضعیت‌های امنیتی و احتمال نظامی علیه تمامیت ارضی ایران باشه به دلیل زن و گمان‌هایی که وجود داره که اربیل و منطقه سلیمانیه در واقع حوزه نفوذی جدیدی برای اسرائیل تعریف شده، هرچند که خب جمهوری اسلامی توافقنامه‌های امنیتی متعددی رو با اقلیم کردستان عراق امضا کرده طی سال‌های اخیر، ولی این نگرانی همواره در اونجا وجود داشته و داره که از ناحیه فعالیت‌های پنهان اسرائیل و شبکه‌سازی‌هایی که در اون منطقه احتمالاً میشه و حتی پایگاه‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی خود رو ملزم به حل این نگرانی‌های امنیتی در حوزه استحفاظی منطقه اقلیم کردستان عراق می‌دونه. بنابراین 14 یادداشت تفاهمی که با محتوای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بین ایران و عراق در این سفر آقای پزشکیان امضا شد حاوی چند نکته مهم هست که باید بهش اشاره کرد. یک نکته اینه که به دلیل همین وضعیت نگرانی جمهوری اسلامی باید سفر ایشون به عراق رو در حد کلی ترش یک نوع یارگیری سیاسی و به ویژه در منطقه اقلیم کردستان عراق حاوی یک همسویی و همپیمانی نظامی امنیتی باید تعبیر بکنیم، به دلیل اینکه تمام زیرساخت‌های مشخصی که در منطقه اقلیم کردستان عراق برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی وجود داره از نظر مقامات ایران، اسرائیل به راحتی میتونه در این حوزه برای ایران خطرساز باشه. مطلب بعدی ورود به حوزه اقتصادی هست، یعنی جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه همکاری‌های امنیتی رو ایجاد کرده و جدیداً موفق شده که کنترل بیشتر افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستند در جامعه کردی در شمال عراق رو بتونه از طریق آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق حل بکنه، ولی در این حال تلاش میکنه که همکاری‌های اقتصادی رو هم در شعاع دو جانبه بیشتر بکنه و یک نوع وابستگی اقتصادی رو هم در رابطه با صدور گاز به این کشور ایجاد بکنه و هم در رابطه با صدور برق. باید نتایج این سفر رو بعد از اتمام اون در شکل عملی ببینیم و ارزیابی دقیق‌تر رو در اون نقطه میتونیم مطرح بکنیم. خیلی متشکرم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.